خب کاری که کردیم ما جلسه پیش این بودش که داخل کنسول بهتون نشون دادم که ما داریم چیزمون رو نشون میدیم، path و اینا رو نشون میدیم. این ترمینال ما هست. حالا میریم داخل یوزر لیست. از اینجا ما یک فانکشن دیگه زیر این درست میکنیم به نام، حالا میخواد اسمش رو بذاریم load data. فعلا کاری که ما این load data میخوام انجام بدیم اینه که هیچ فعلا هیچ کاری نمیخوام بکنیم، میخوایم که دیتامون اینجا load بکنه. من اینجا تایپ میکنم که trying to load some data. خب فعلا اینو قرارش میدیم و بعد قبل از این export.default من میام اینو به صورت جداگانه exportش میکنم. مثلا exportش میکنم، مثلا حالا میتونم تایپ بکنم export load data، خب به این صورت، ولی export const load data مثلا میتونید بذارید مثلا مساویه با load دیتا، این هم میتونید، ولی اصولا اینجوری اکسپورت هم میکنن. ببینید load data چی رو من پیست کردم توی کلیپ بوردم، یه چیزی دیگه بود، یه به این صورت من load میکنم. اگه خواستید میتونید فانکشن به این صورت load بکنید. حالا داخل جایی که ما از user list استفاده میکنیم، داخل اینها route همون اینجا، من یه کاما میذارم و بعد میگم که load data رو هم برای من import بکن اینجا. وقتی import کردم من میام اینجا اینو ازش استفاده میکنم، load data. ما یه ذره داریم از ECMAScript 6 استفاده میکنیم، در اصل اینو به این صورت مینویسن load data مساوی با load data، ولی به این صورت هم مینویسن یا تایپ میکنن، فرق نمیکنه. حالا ما داخل این routeمون، اگه من این صفحه رو خالی بکنم داخل کنسولمون، یه بار اینو ریفرش میزنم و برمیگردم اینجا، میبینید که الان داره load data رو برای من load میکنه داخل این، و این الان ما یه راهی داریم که نشون میده که دیتامون رو میتونه load بکنه. حالا ما میبینیم داخل index.js‌مون شروع میکنیم کاری که اینجا انجام دادیم رو بهترش میکنیم. حالا میام اینجا این کنسولوگی که ما اینجا داشتیم رو برمیداریم. خب چون الان نگاه بکنید کنسولوگ رو من این مقدار بزرگتر میکنم، این ترمینال ما پایینه، یه مقدار فاصله دادم بهش که بتونید پایین نگاه بکنید. ترمینال ما به ما میگه که یک آبجکت رو به ما میده که routes داخلشه. حالا دیدید داخل اکسیوز وقتی مثلا یک چیزی رو میخواید بگیرید ریسپانس دارید و بعد ریسپانستون دیتا داره و بعد اون رو میخواید destructure بکنید، میان تایپ میکنید دیتا به این حالت. این هم همینه، ما میخواییم که اینجا کنسول لوگ رو حذف کنیم چون دیدید که همه این یه دیتا میده به ما، و وقتی که دیتا داد ما میخواییم روی این ببخشید route میده به اینجا به ما به جای دیتا، ما میخواییم بین همه اینا map کنیم. این یه دونه معذرت میخوام، این route ماست که این از اینجا تا اینجا شروع میشه و بعد ما میخواییم بین اینا چیز بکنیم، map کنیم یک یه دونه و load data رو پیدا بکنیم، route تا load data رو پیدا بکنیم، و وقتی که پیداش کردیم ببینیم اگر وجود داشته باشه اونو برگردون فانکشنشو، اگر وجود نداشته باشه یه چیز خالی به ما برگردون، چون بعضی موقع داخل فانکشن وجود نداره. پس من اینو حذف میکنم اینجا، اینم بر میدارم و بعد من اینجا تایپ میکنم dot map. این مپ ما یه پرانتز باز میشه و بعد این داخل این یک فانکشن میگیره به این صورت، یادتون نره. این فانکشن ما میاد داخلش حالا ریسپانس داره یا به قول معروف راوت هار ما رو داره، به این صورت راوت ما رو داره، ولی ما راوتی که ما اینجا داریم اینه و اینو میخوایم دیستراکچر بکنیم، بنابراین من اینو داخلش چیز قرار میدم، داخل کولی بریس قرار میدم، میگم که از این آبجکت فقط راوت رو به من بده که از اینجا تا اینجا شروع میشه، من دیگه مچ رو نمیخوام. پس میبینید که یه دونه راوت داریم یه دونه مچ داریم، من فقط راوت رو میخوام، از این راوت دونه دونه مپش بکن داخل این و بعد این رو ریترن بکن برای من، ریترن کن برای من، ببین که اگر راوت ما لود دیتا داره، اگر داره پس برش گردون، بگو که راوت داد لود دیتا پرانتز باز و بسته، وگرنه مساوی با نا به این صورت. حالا صفحه رو من خالی میکنم، اگر برگردم اینجا یک بار ریفرش بزنم، برگردم اینجا میبینی که نوشته trying to load some data، پس این داره چیکار میکنه؟ این الان داره
از این میخونه، از این اینو داره میخونه اینجا، پس داره دیتا همونو لود میکنه. حالا که دیتا همونو لود کرد اینجا داخل ایندکس، ما میتونیم چیکار بکنیم؟ اینو برگردونیم دیتا همونو داخل رندرر و ازش استفاده بکنیم. میرم در رابطه با استور دیسپچ باهاتون تو ویدیوی بعدی صحبت خواهم کرد. فعلا با من همراه باشید.